صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الأوطان. صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان. صلى الله عليك يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يدي، خصوصا أخيك أبا الفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خون چه دیده چه سن، روز و شب چرا از غم کدام غم، غم سلطان کربلا. بر حسین مرثیه بخوان، مرثیه 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 الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. الحمد لله الذي من علينا بحکام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض سلام و ادب بنده رو پذیرا باشید از بین الحرمین. شبکه جهانی امام حسین، برنامه تکیه، در خدمت شما هستیم. انشاءالله که ایام به کام شما بیننده‌های محترم باشه و مهیا باشید برای شنیدن تاریخ آقا سید الشهدا صلوات الله علیه در احوالات حضرت مسلم سلام الله علیه در کوفه. به اینجا رسید مطلب ما. اگر مهیا هستید عرض صلواتی داشته باشید خدمت مقام بقیت اللهی عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بریم ادامه بحث رو با هم ببینیم. یا علی الله. از صحن و سرا بنویسم برای بند اول باید
از باب الرضا بنویسم، باب الرضا یا کرب و بلا فرقی نداره واسه ما، مشهد برای مرغ دلم یک بوم دوازده هوا، گنبد نگو بگو خورشید، ایوون نگو بگو جنت، گنبد نگو بگو جنت، زائر نگو بگو سائل، بارون نگو بگو رحمت، آقا امام رضا جانم، آقا امام رضا جانم، آقا امام رضا جانم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایام رضویه هستش، ایامی که دل تمام شیعیان متوجه حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هست. اونایی که هر سال بناشون این بوده که این ایام رو خدمت حضرتش در حرم شریفش باشن، دیگه مهیای سفر هستن. انشاءالله که ما رو از دعای خیر فراموش نمی کنن. هر کسی که خدمت علی ابن موسی رضا میرسد این ایام ما رو یاد کنه، پرسنل شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو یاد کنه. خیلی از دوستان اینجا مشتاق زیارت آقا ابوالحسن رضا هستند و توانایی ندارن که برن به پاووس حضرتش. خیلی دعا کن، خیلی دلتنگ داری، خیلی دلم. یک صحبتی بود چند روز پیش با رفقا و همین بحث بود که خیلی دلشون میخواد برن خدمت امام رضا و نمیشه. انشاءالله که موانع برطرف میشه به لطف آقا سید الشهدا و آقا قمر بنی هاشم. یک زیارتی حضرت سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا دارند که به نظرم رسید الان برای شما بگم که این ایام رو مغتنم بشمارید و با الفاظ این زیارت هم حضرت رو زیارت کنید. یعنی اگر که مشرف شدید خدمت حضرتش یا اینکه از راه دور بنا داشتید حضرت رو زیارت کنید، به این زیارت هم حضرت رو زیارت کنید. معروف است به زیارت جوادیه، از حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه صادر شده است مضامین این زیارت. فرازهای خیلی زیبایی داره. زیارت دیگه هم هست، خیلی زیارات مختلف هست که در مفاتح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی نقل نکردن، ولی خب بقیه کتب ادعیه و زیارات نقل کردن، مثل زیارت هفت حدیث. مضامین زیبایی دارد. از جمله از مضامین زیارت جوادیه این هست که السلام علی امام الرؤوف، سلام بر امام مهربانی ها. این که من این فراز رو انتخاب کردم برای شما بیننده محترم، این جمله بعدیش هست. الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم الطفوف، آن امام مهربانی که تهیج کردند احزان یعنی غمها، یوم الطفوف یعنی روز عاشورا، روز طف، روز کربلا را. یعنی زائر در این زیارت خطاب علی ابن موسی رضا سلطان سریر ارتضا صلوات الله علیه اینطور خطاب میکنه که آقا شمایی که مصائب آقا سید الشهدا احزان کربلا رو تهیج کردید، تبلیغ کردید، به ما رسوندید و این نکته بس اهم است. انشاءالله تو صحن آقا که مشرف شدید کربلا رو فراموش نکنید. حالا نسبت به ایام هرچه نزدیک به تولد حضرتش میشیم، انشاءالله بنا بر اینه که بیشتر عرض کنم از این چیزها،
توکل به خود حضرات اهل بیت به لطف آقا علی ابن مسر رضا هم رزق بنده شود گفتنش و هم رزق شما شود شنیدنش. در ماه مبارک رمضان در بحثی که داشتیم شرح دعای افتتاح عرض کردیم که رزق نعمتی است که اعم از مادیات و معنویات شود. یعنی که عرض میکنم رزقمون شود، معنویات هم جزء ارزاق به حساب میاد، خدا رزق میکنه. در بحثمون رسیدیم به اتفاقاتی که در دارالاماره افتاد بین حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه و عبید الله زیاد ملعون. نکاتی امشب اگر برسیم و وقت بمون اجازه بده اشاره میخوام بکنم که خیلی خیلی ظریف هست، بارها هم عرض کردم بنده، بقیه کارشناس ها هم فرمودن و تمام خطبا و اهل منبری که حقگو هستن اشاره به این نکات کردن، حائز اهمیت هست، یعنی از ظرائف تاریخه، از ظرائفی که در تاریخ گذشته است، همان تاریخی که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در وصیتشون به امام مجتبی کریم آل الله فرمودن، چنان تاریخ خواندم که انه با اقوام گذشته زندگی کردم. یعنی از اون برهه ها و اتفاقات مکرر تاریخی است که باید انقدر ما بهش دقت و توجه کنیم و تکرارش رو ببینیم و حواسمون جمع باشه. در روایت ارشاد و کامل ابن اسیر، عمرو ابن حریث غلامش را فرستاد یک سبوی آب، حضرت طلب آب کردند و نقل شده ارشاد که ظرف آبی برای حضرت آوردن، یکی دو مرتبه تا سه مرتبه حضرت تلاش برخوردن آب کردند و نشد، نتوانستند و ظرف آب پر از خون میشد که عرض کردم مصائب خاصش را انشالله ایام عرفه و شهادت حضرت مسلم عرض خواهم کرد. او را نزد ابن زیاد بردن، به او سلام نداد. حضرت وقت وارد شدن به ابن زیاد سلام نکرد. پاسبان گفت چرا به امیر سلام نکردی؟ گفت میخواهد مرا بکشد. چه سلامی؟ وقتی قصد داره من رو بکشه به شهادت برسم دیگه سلامی ندارم به او کنم. ابن زیاد گفت به جان خودم کشته میشوی. قسم خور به جون نحس خودش که میکشه حضرت مسلم رو. فرمود چنین است؟ میکشی من رو؟ حالت استفهام داره. گفت آری. حضرت فرمودن پس حالا که بنا داری من رو به قتل برسونی، شهید کنی، بگذار وصیت کنم. گفت بگذار به یکی از خیشان خود وصیت کنم. گفت وصیت کن. رو به ابن سعد کرد، عمر سعد ملعون، عمر سعدی که فرمانده سپاه بود در کربلا روز عاشورا. رو به عمر سعد کرد و گفت میان من و تو خیشی است. ما یه خیشاوندی بین هم داریم، یه نسبتی با هم داریم، نسبت قوم و خیشی داریم. نسبت قوم و خیشی بنی هاشم با عمر سعد، شاید بارها شنیده باشید، نسبت از عبد مناف هست، یعنی جد اعلای رسول خدا صلوات الله علیه و علی آله، نسبت به اونجا برمیگرده. حالا ما چون بحثمون در انصاب نیستش، فقط یه اشاره کردم که در اجداد رسول خدا اونجا نسبت و جد یکی میشه. حضرت مسلم رو کردن به عمر سعد، گفتن ما با تو خویشی داریم، نسبتی داریم، تو وصی من باش، وصیتم رو بشنو. من به تو یک سخن محرمانه دارم. اون نپذیرفت. عمر سعد قبول نکرد. ابن زیاد گفت از حاجت عموزاده‌ات روگردان مباش. ملعونی مثل عبید زیاد وقتی این منظره رو دید به عمر سعد گفت خب عموزاده‌ات، عموزاده همونطور که عرض کردم، یه خواهشی، یه درخواستی از تو داره، چرا حاجتش رو روانه میکنه؟ چرا رو برگردان از حاجت عموزادت روگردان مباش. برخواست و با او به گوشه ای رفت. خب حضرت هم نمیخواستن که حرفهایی که بین عمر سعد و خودشون گفت و شنود میشه دیگران بشنون. خب دیگه همه گوشهای در
دارالعماره نامحرم بودن دیگه. گوشه ای رفتن و حضرت مسلم سلام الله علیه شروع کردن به وصیت کردن. وصایا رو ببینید. در روایت ارشاد است که ابن زیاد آنها را میدید. عبید الله هم نگاه میکرد که چه حرفایی گفته شد. در روایت کامل التواریخ مسلم به او گفت من در کوفه 700 درهم وام دارم. ایامی که در کوفه بودم خاطر امور مسلمین مؤمنین و مؤمنات بدهکار شدم. وام دارم. آن را به حساب دارایی خودم در مدینه بپرداز. من تو مدینه املاک دارم، اموال دارم. از همون اموالی که در مدینه دارم بدهی من در کوفه را تو بپرداز. یعنی ضامن شو که بدهی من رو، وام من رو بپرداز. وصیت بعدی و جسد مرا از ابن زیاد به بخشش بگیر. غربت و مظلومیت رو ببینید بیننده محترم. یعنی بخواه از عبید الله زیاد لعنت الله علی که ببخشد به تو. چی رو؟ بدن من رو، جسد من رو بعد از کشته شده و به خاک بسپار. وصیت سوم کسی را نزد حسین علیه السلام بفرست که او را برگرداند. سومین کار عمر سعد، شخصی را بفرست خدمت آقا ابی عبدالله و بگو برگرده از راه کوفه. عمر وصیت او را به ابن زیاد گزارش داد. ببینید الان به او گفته تو عموزاده ما، نسبتی با ما، حرف محرمانه داریم. تازه عبید زیادم به عمر سعد گفته که برو گوش بده ببین چی میگه. کنار ایستادن در خفاسه وصیت که وصایای خاصی هم نیست، چیزایی که هر مسلمان و مؤمنی در حق برادرش باید رعایت کنه، به خاک سپردن و بدهی دادن و از این حرف هاست. ببینید چقدر پست و دونمایه است عمر سعد لعین لعنت الله علیه. اومد وسط همون گعده و جلسه‌ای که داشتن تو دارالعماره تمام وصایای حضرت مسلم رو افشا کرد، لو داد. ابن زیاد گفت امین خیانت نکند. حرکت رو از بزشت و ناپسند بود که عبید الله به او گفت که آخه تو امین بودی، اعتماد کرد به تو. یکی از اینو تو پرانتز عرض کنم، یکی از چیزایی که در ضمن امانت داری حساب میاد حرفه. یعنی همیشه این نیست که امانتی که نزد دیگران باشد اشیا یا درهم و دینار و مادیات باشد. گاهی وقتا یک حرف نزد کسی امانته و نباید فاش بشه. در امانت داری که صفات پسندیده شیعیان هست، حضرات اهل بیت گفتن در حفظ امانت شیعیان ما نگاه کنید، نه در کثرت صوم و صلاتشون. صوم و صلات نگاه نکنید، ببینید صدق حدیث دارن و در امانت چگونن. این نشون میده شیعیان ما رو یکی از جهات حفظ امانت حفظ کلام مؤمنی است که نزد تو به امانت است، قرار نیست فاش بشه. انقدر زشت و ناپسند بود حرکت عمر سعد که عبید الله ملعونم رو کرد به او گفت تو امین بودی، امین خیانت نکند. یه مثالی دارن در عرب زبانها متداول، میگن ویلون لمن کفره نمرود، وای به حال کسی که دیگه نمرود به او بگه کافر. یعنی نمرود که خودش مظهر کفر، به او بگه تو کافری. عبید الله که خودش همچین جرثومه فساد و خباسته به عمر سعد گفت تو خائنی. بعضی نقل کردن، حالا در کتابی که ما در خدمتش هستیم اینجا نقل نشده، اما بعضی نقل کردن همین حرکت عمر سعد باعث شد که عبید الله او را انتخاب کنه برای روبرویی با آقا سید الشهدا. یعنی این صفت رذیله رو که از او دید گفت کسی مثل تو نیست که بتونه مقابل ابی عبدالله کربلا بیست. برها امین خیانت نکند ولی گاهی خائن امانتداری کند. کنایه‌ای به او زد، گفت خائن دیده شده که امانتداری کنه، امین دیگه کسی ندیدی ما خیانت کنه. یعنی تو خائنی، اصلا امانتدار نیستی، امین نیست. در مال خود هر چه خواهی بکن. رو کرد به حضرت مسلم راجع به وصایای حضرتش، گفت آنچه که مال خودته هر چه خواهی بکن. حسین هم اگر به ما کاری نداشته باشد با او کاری نداری. این حرف دوم.
و اگر به ما رو کند دست از او باز نداریم. اگر ابی عبدالله بیاد سمت کوفه ما دست از او بر نمیداریم، اگر نیاید کار نداریم. و اما درباره جسد او شفاعت تو را نپذیرم. دیگه ببینید چقدر باید شخص ملعون باشه. گفت جسد، تحویل جسد برای غسل و دفن و این چیزها را هیچ ضمانتی نمی کنه، شفاعت تو را قبول نمی کنه. بعضی گفتند راجع به جسدش گفت وقتی او را کشتیم با جسد او هر چه خواهند عمل کنند. بعضی هم گفتند که عبیدالله گفت نه، بعدش هر کاری هر کسی خواست انجام بده. سپس به مسلم گفت ای پسر عقیل، این تیکه که عرض کردم تاریخ است و باید خیلی دقت کنیم درش. ای پسر عقیل، ببینید شیشتونگ حواستون اینجا باشه بیننده های محترم، شخصی مثل عبید زیاد به شخصی مثل حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله علیه چگونه خطاب میکند در جمع. تزویر رو ببینید، برگرداندن حق رو ببینید، چطوری بازیچه قرار میدن آن چیزی که واقع هستش. ای پسر عقیل، مردم متحد و یک دل بودن و تو آمدی آنها را تفرقه افکندی، بین مردم تو اختلاف انداختی. یعنی طول تاریخ این بهانه‌ای بوده که حکام ظلم به اهل حق همیشه اتهامش رو می‌زدن، که بارها هم عرض کردم عبارت شق عصا المؤمنین دارد بعضی جا. تو اومدی تفرقه بین اهل کوفه انداختی. ببینید صورت حرف یه طوره که هر که بشنوه میگه آره آقا چه کار بدی کردن این، و حال که اینطور نیست. کسی مثل حضرت مسلم ابن عقیل، کسی مثل حضرت سید الشهدا که تفرق افکن نیست. به موالات کم اعتلفت الفرقه، اگر تفرقه ها هم تبدیل به یک دستی می شود در موالات اهل بیت است. این پایه اعتقادات، اساس اعتقاد شیعه است. این روایات، این زیارات، این آیات، کلمه سوا، کلمه ای که باید بر اون متحد باشند امت، امت اسلامی که منظور ما از اسلام همون تشیع اثناعشری است، اون کلمه سوایی که قرآن ازش دم میزند، زیارت جامعه تصریح دارد که اون کلمه شما حضرات اهل بیتید، یعنی غیر ولایت حضرات اهل بیت اصلا وحدتی نیست، وحدتی نیست. عبید لعنت الله، عبید زیاد همین حرف رو به مسلم نقل ده، تو تفرقه بین مردم انداختی و میان آنها اختلاف اندازی. حضرت مسلم فرمودن هرگز اهل این شهر معتقدند که پدرت نیکان آنها را کشته و خون آنها را ریخته. عبید زیاد چی میگی؟ همه مردم کوفه میدونن که پدر تو زیاد ابن ابی بزرگان اهل کوفه رو کشته، اصلا مردم کوفه با تو خوب نبودن، خوب نیستن. پدر من که عقیل ابن ابی طالب بود، پدر تو زیاد تمام بزرگان رو کشت و خونشون رو ریخت و به شیوه کسرا و قیصر با آنها رفتار کرد. امپراتوری شاهمنشی رو بین مردم تحکم کرد پدر تو. ما آمدیم تا دادگستری کنیم و به حکم قرآن و سنت دعوت کنیم. اگر کسی حکم به قرآن می کند، به سنت حکم می کند، ما اهل بیت هستیم، نه شما که مدعی هستیم. نکته یکی که عرض کردم طول تاریخ باید حواسون باشه، همیشه آن که اهل تزویره یه جوری وانمود می کنه که حق با اوست و مقابل او داره حق شکنی می کنه. این اتفاق امروز و دیروزی نیست، از زمان خود رسول خدا هم چنین بود. تا این حرفا رو زد حضرت مسلم، عبید الله زیاد ببینید چطوری جواب داد، چقدر خباثت دارد. واقعا الفاظ کم میاد برای بیان خباثت اینها. گفت ای فاسق، نستجیرو بالله، تو را به این کار چه؟ مگر آنگاه که تو در مدینه میگساری. نستجیرو بالله، نستجیرو بالله، ای خاک بر دهان من، ولی عبارت است باید بخوانم بدانید. عبید زیاد به مسلم ابن عقیل چنین بگوید، در مدینه میگساری می کردی
در میان آنها چنین رفتار نمیشد. شما لا اله الا رو به حضرت مسلم کرد، شما در مدینه مشغول میگساری بودیم و حال اینکه در کوفه این رفتارها نمیشد. حضرت مسلم به غضب اومدن، فرمود من میگساری میکردم؟ مسلم ابن عقیل ما را اینطوری اتهام میزنی؟ خدا میداند که تو راست نمیگویی و من چنان نیستم که تو میگویی. میخاری کار آنهاست که به خون مسلمانان پنجه فرو کنند. شما که خون مسلمان از دست و پنجتون میچکه، شما میخارید، نه ما، نه خاندان اهل بیت. نستجیر بالله. و مردم بیگناه را از روی خشم و دشمنی بکشند. شما مردم را رو خشم شخصی، رو غرض شخصی مردم رو میکشید، بنی امیه، و به بازی و خوشگذرانی بگذرانند و گویا کار نکردن. تمام عمرتون رو به بازی و خوشگذرانی و میگساری و این تفریحات میگذرانید، انگارم کاری نکردید. همچین که میشینید روی منبر، همچین که میشینید پشت منصب، جوری وانمود میکنید که انگار کاری نکردید. پناه بر خدا. برنامه بعد در این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد. یه صدای قدیمی با هم بشنویم. یا غریبم شکسته شب خدا خدا گویم، به شادت ره گل ولایت رضا صلی الله علیک یا مولا یا ابا الحسن رضا.
ایام ایام علی ابن مصر رضا صلوات الله علیه. خوش بال هر کسی که محضر حضرتش هستش. بفرستید برای ما مدح و منقبت از علی ابن مصر رضا صلوات الله علیه، بخوانید و برای ما ارسال کنید. شماره تلگرام و واتساپ برنامه تکیه بین الحرمین اینجا در خدمت شما زیر نویس میشه. در بخش مهمان برنامه خدمت شیخ زکی بیاتی بودیم دیگه، صحبت‌های پایانی ایشونه، یکی دو قسمت دیگه انشالله، و بعد از آن مهمان‌های دیگری داشتیم که انشالله یکی یکی خواهیم دید. اگر مهیا هستیم بشنویم صحبت‌های شیخ زکی بیاتی را. یا علی. پارسال یعنی توی مجلس شب بعدش سه خبر اومد و اندازه یک هفته شیش نفر شفا گرفته. حالا من اون سه نفر را بگم. یکی از اونا همون شب یکی از این ظرفا گرفته بود برای بیمارستان، چون یکی از فامیلاش مریض بود و اونم خدا انشاءالله همه مریضا را شفا بده به حق فاطمه زهرا، به حق این خاک مقدس ابی عبدالله علیه. ایشون یک مرض سرطان گرفتن در حنجره و دکتر من کرده بود خوردن و آشامیدن از دهان، چون مثلا دارو میگرفت و اینا، فقط از راه رگ بهش چیز میدادن، سرم میدادن، حتی صداش هم خفه شده بود، خیلی یواش صحبت میکرد. میگه من اینو گرفتم، اون آب را گرفتم اون شب و بردم به این آقا دادم. بعد اون آب که اون ظرف رو باز کردیم، میگه با قاشق چایی برداشتم دو تا چکه تو دهان اون آقا گذاشتم. خودش گفت من مردم بمیرم با خوردن خاک ابی عبدالله حسین، هم اگرم شفا نداد حداقلش من به قول ما استشفا کردم، سعی خودم رو کردم و این آب مقدس رو خوردم. ایشون میگم تا زمان هنگامی که من این در ظرف رو باز کردم یه بوی عطری در اومد. خانم پرستاری که از اهل کانادا بود اونجا تو اتاق مشغول بود، اون بوی عطر رو شنید. اون بعد جلو گفت این چیه؟ بهش گفتم این یک آب مقدسی هستش. گفت چه بوی خوبی میده، میشه برم رفقا رو صدا بکنم بیان بو بکنن اینا بوی عطرشون؟ خیلی عجیبه. رفت سه چهار نفر میگه صدا کرد، بعد دکتر متخصص اومد و کل کسانی که اونجا کار میکردن اون شب تقریبا 12 نفر همه جمع شدن از دکترها و اونها کسانی که مسئول اون قسمت بودن. گفتن این چیه؟ چه بوی عطری میده؟ بهش میگه من بهشون گفتم این آب زمزم و خاک تربت سید الشهدای ما فرزند پیغمبرمون، میگه براشون شد. گفتن مشکل نیست، میتونید شما بدید، چون این مریضتون خودش دیگه چاره شفایی نداره از ما منتظریم تو خودش دیگه از خودش چیز بره بگذره ببیره استجیر بره. میگه بعد اون شب من که دو سه تا قاشق بهش دادم از این آب، میگه اونجا تعبس شده بود، خشک شده بود. میگه رگایی که توی حنجرش بود همه باز شد. الله. با این تربت مبارک وقتی که میگه آب خورد تونست ببلعه. میگه نمیبلید، دو ماه از هیچی نبلید. میگه از اون آب وقتی که توی رگهای بدنش و همون حنجرش میگه این آب اومد، مانند روغنی چرب شد، مانند خودش میگه شرح میکنه، میگه مثل یک روغنی چیزی که جای خشک باشه چرب بکنن، میگه مانند روغن همینطور هیچی خنک اومد روی دلم. گفت تمام این ظرف رو بده من بخورم، دارم لذت میبرم، اولین بار این دو ماه الان من هیچی نخوردم. میگه اون آب رو خورد، بعد زنگ زد پرستار اومد،
بهش گفت اگر میشه من دکتر ببینم الان. گفت دکتر الان نیست. گفت میتونه بهش زنگ بزنید بیاد، من خواهی کار مهم میدارم. بعد زنگ زدن، میگه دکتر اومد ازش سوال کرد آیا من میتونم غذا بخورم؟ گفت آب خوردی؟ گفت آره. گفت تموم شد. آب خوردی میتونی غذا بخوری و کم کم، چون معده تو خشک تیبس پیدا کرده. میگه بعدن برای سوپ برام آوردن اینا خوردم. میگه بعد از یک هفته، چون تا آخر تا 15 محرم اونجا بودم، بعد خود آقا خودش اومد و با ما احوال پرسی کردم. اون آقا که صداش بنده بوده بود اونا اومد گفت الحمدلله و برکت آب خاک امام حسین ما خوب شدیم. الله و اینو ما با چشم خودمون دیدیم، یعنی کسی بر ما نقل نکرد. یه نفرم مداح بود همونجا تو اون روزه برامون مداحی میکرد. ایشون هم چشاش ضعیف بود. میگه وقتی که من این شعر رو میگم میخونم چشام تیره میشه، جلوی چشام تار میشه چشم. آره میگه تار میبینم. ولی شما اون شب رو با ما این آب دادی، من چشام شستم با این آب. خودش قسم میگه به این منبر صاحب این من قسم میخورم اون آبی که من گذاشتم روی چشم الان چشم خوب میبینم. عقیده است. چون بعداً این یکی از اون حالتهای خیلی عجیبی که ما دیدیم. و یکی هم از اونها که خانم بود، بونم اون تپش قلبش زیاد تپش میکرد و مریض بود، مریض قلب داشته. بعد دکترم به او جواب داده بود و اینا. ما از اون آبان براشون بردن برای پارسال. بعد تماس گرفتن که قلبشون عادی شد. عادی شد نه بهتر شد. الله بهتر بشه که هیچ ارزش نداره، عادی شد و از بیمارستان هم مرخصش کردن. این سه تا چیز استبعادی هم نداره بیننده محترم. این قرآن وقتی پیراهن یوسف اونطور شفا میده چشمان پدرش سلام الله علیه، تربت آسید و شهدا که دیگه جای خود امام صادق فرمود و فی تربتی شفا. سلام الله علیه. این هم مال پارسال بود. مال امسال یه چیز عجیب تری هم بود، خیلی عجیب بود. این آبا ما که آماده کردیم، بعد همون شب که به نام ابوالفضل عباس سلام الله علیه اون را توضیح کردیم، یکی از پروفسور دانشگاه اتاوا تو اون جلسه آمده بود. عراقی بود، شیعه بود، تدریس میکنه توی دانشگاه. ایشون برای اینکه ما را مبتلا نکنه، یعنی یک گرفتاری برای اون پیش نیاد، مشکل قانونی پیش نیاد، بله، از این را خودشون یک صحبتی کردن. من جوابش دادم، بله، تو مجلس. وقتی که ما خواستیم آب را توزیع کردیم، گفتیم آقا این دعا را بخونید، دعای استشفا به تربت ابی عبدالله الحسین. این آقا بلند شد گفت آقا نخورید، برای که روی دست بمالید، روی صورت، روی سینه مشکل نیست، اما خوردنش چون این چیز نیست، یعنی بهداشتی نیست و خوب نیست آدم از اینا بخوره، شد مریض بشه یا مثلا مرضای معده یا چیز بله بگیره. خودش هم گرفته بود. بله. من بهش گفتم ببخشید شما از من بزرگتر هستی، استاد دانشگاه هستی، پروفسور هستی، ولی من یه جواب خوبی دارم به شما اگر قبول بکنید. گفت بفرما. مردم همه نشسته بودن و اون که حرف زد مردم همه شنیدن. بله. بعد تقریبا اون شب 300-400 نفر حضور داشتیم در کانادا اتاوا. انقدر آدم جمع بشه خیلی بله مهمه. بله. اینجا کربلا و نجف نیست. بله. کاناداست. بعد من بهش گفتم ببین آقا اولا کلکس آجا معنی که فرمودین خیلی مهمه بیننده محترم. خود اونها هم میخوان یه جلسه سمینار بگیرن، چرا فکر نکنین تعدادتون جمع کنن؟ نه نمیتونن اصلا، ممکن نیست. باید اگر 10 نفر جمع بکنه تا 12 نفر یه مقایسه های قانونی و بهداشتی و داشته باشن. چی؟ یک متر هر سالانه چند متر مربع؟ بله. یعنی اون باید چیز بگیره، یک مجوز قانونی بگیره که اینا بتونن جمع بشن. عشان. از نظر تهویه و تنفس و نمیدونم چی از این حرفا. بله. بعد تو قضیه امام حسین فرق میکنه. بله. خلاصه من بهش گفتم ببین یه چند مسئله من دارم جواب میدم و اینه با عنوان توهین به شما، شما گفتی
نظر خودتو گفتی، ولی من وقتی که میگم نظر امام اونو میگم. اولا پیغمبر اسلام فرمودن درباره شفا دادن آب زمزم، گفتن که ما او زمزم لما یؤخذ له، آب زمزم بر هر چیزی که گرفته بشه انجام میده، چه مرض برای مثلا هر مرضی که باشه خدا دور بکنه انشاءالله تمام مرض رو و مریضا رو شفا بده، آب زمزم برای هر گرفتاری که خورده بشه حلش کارش انجام میده، چون دیگه این خودش آب زمزم معجزه حضرت اسماعیله و پیغمبر اسلام تایید کرده و خدا هم جزو شعائر دانسته. ماء زمزم جزو شعائر شعائرهای بزرگ اسلام است، چاه زمزم بله، مثل مقام ابراهیم. بعد پیغمبر فرمودن که این آب اینطوری هستش، شما قبول داری؟ گفت بله. گفت پس حجاج که میرن اونجا از اون چاهه الان صدها سال داره خورده میشه، هیچ کس مریض نشده و آبش هم شیرین شیرین نیست. بله. خود داره یه اگه ترخی و شوری داره. آب چاهه دیگه. بله. مسئله دوم، امام صادق فرموده در یک روایت صحیح و دقیق و هیچ غباری روی اون روایت نداریم، که درباره استشفاء به خاک تربت ابی عبدالله حسین، کلیه مؤرخین و کتاب‌های مذهبی ما و کتاب‌های ادعیه هم طریقه استشفاء از تربت با تربت امام حسین نوشتن و هم دعا رو گفتن. پس شما دیگه منکر این نیستی؟ گفت نه. گفتم پس ما چیز اضافه‌ای نوردیم، آب زمزم بود آقایون آوردن و تربت امام حسین بود من آوردم، دیگه هیچ کس غریبه هم دست نزد. پس شما این حرف شما رو ما مردود میکنیم، ولی یه چیز دیگه میخوام بهت جواب بدم. این حرف شما رو برو به این هندوها بگو. بله. که در هندوستان به نسبت بر حاضرین و مستمعین که از حضرات حیوانات، آره، از پشکل ها و چیزهایی که از حیوانات بله. و گاو و اینا میخورن و تبرک میکنن یا از ادرارشون میخورن و روی سر و صورت میمونن، ولی حرفت برو اونجا بزن، اونا از چیزهای آلوده و مریض مرض آور استفاده میکنن. ما چیزی آوردیم که سنت پیغمبر ما و ولایت ائمه اطهار ما اینه به ما گفتن یا دادن. صلی الله علیک یا مولای و ابن مولای یا ابا عبدالله. هر جای عالم که هستید دست ادب به سینه بگذارید، عرض سلام کنید خدمت آقا سید الشهدا و برادر با جان برابرش قمر بنی هاشم صلوات الله علیه. تماس ها باز هستش، میتونید زنگ بزنید و عرض ارادت کنید. تو این تایم کمی که ما داریم در خدمت شما هستیم. عذر میخوام از بیننده‌های محترمی که وقت بازپخش برنامه یا بعد از تایم زنده برنامه تماس میگیرن و ما نمیتونیم تماسشون رو منتقل کنیم خدمت شما بیننده‌های محترم. اگر زودتر دست به کارشن برای تماس، شرمنده اینها نخواهیم شد. ایام ایام علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه هستش. شنیدید صحبت‌های آقای بیاتی رو در مقام و شرافت تربت آقا سید الشهدا صلوات الله علیه. در باب تربت حرف خیلی زیاد زده شده، خیلی زیاد گفته شده. یکی از اشاراتی که هست در استشفاء به تربت، عین گفتگومون با آقای بیاتی عرض کردم، پیراهن یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام که شفا داد چشمان یعقوب را علی نبینا و آله و علیه السلام. قرآن اشاره به این جور مسائل کرده است و استنباط و استدلالش برای اهل دقت و اهل فن مبرهن است، خیلی ظاهر است. حالا اگر کسی اشکال میکند دیگه او خودش خفاش صفت است، جغد صفت است که نور رو نمیتونه ببینه، نور رو نمیتونه ببینه. اگر راجع به خاک و اینکه آیا خاک میتواند شرافت پیدا کند، حامل خواصی باشد، از قرآن دلیل بخواهیم باز داری. در قصه سامری
در کاری که سامری کرد با بنی اسرائیل در ماجرای گوساله. خب تفسیر رو ببینید، روایات رو ببینید، اون گوساله‌ای که سامری درست کرد از او صدایی ساطع میشد که حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام از سامری پرسید تو چگونه این کار رو کردی؟ قرآن تصریح دارد اون که من قدری از خاک اون رسول گرفتم. قدری از خاک رسول چی داری میگی؟ گفت اون موقعی که تو با بنی اسرائیل داشتی میرفتی و رود نیل برای تو شکافته شد و قوم تو پشت سر تو آمدن، دیدم که شخصی سوار بر مرکبی با هیبتی که در روایتش توضیح داده شده اونجا ایستاده. من از اون خاکی که اون رسول که جبرئیل بوده باشد گرفتم، فهمیدم که این شخص شخص آسمانی است. از خاک زیر پای او به مرکبش گرفتم و دهان اون گوساله گذاشتم و ماجرای مفصلی. ما بنامون الان تو این عبارت و نقل این مطلب این بود که پس می شود خاک، می شود که خاصیت پیدا، آب می شود که خاصیت پیدا کند. این چیزهایی که نقلن برای ما جای استدلال است، نقلن و عقلن ثابت شده است. اون ماجرای شهادت آب رو دیگه تقریبا همه شما عزیزان دیدید. اون از دسته از عزیزانی که بیرون هستن و ندیدن و مطلب رو نمیدانن، یه سرچ مختصر که انجام بدن میبینن شهادت آب. اثراتی که کلام روی آب میگذاره، اون دانشمندی که مولکول‌های آب رو فوراً به انجماد رسونده بود و مشاهداتی که همون اولی که شروع کرده بود بالغ بر 10,000 آزمایش کرده بود، الان با گذشت این همه سال آزمایش ها بیشتر شد. یعنی مجاورت آب با جاهای خوب اثر گذاشته بود. آب رو انتخاب کرده بود چون خیلی زود تغییر و تحول درش حاصل میشه. تمام اشیا همینطوره، تمام اشیا اثر پذیر هستن. این هم دلیل عقلش دیگه، مبرهن است بر همه عالم. بله مطلبی هست که و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، این هم از محکمات و معتقدات ما هستش. تصریح خود آیه است که قرآن شفاست، ولی همین شفا برای شخص ظالم تبدیل به نغمت میشه، یعنی اثر عکس میگذاره. این نکته حائز اهمیتی هستش. یه بخوام به بیان ساده تر عرض کنم خدمت شما بینندگان محترم، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران همه میدونن طبعش لطیفه، ولی روی لاله‌زار که میبارد لاله روید و در شورزار خس. تماس داریم، بس کنید. الو، تماسشون از دست. بله عرض کردم، در باغ لاله روید در شورزار خس. باران همان باران است، اون استعداد زمین شورزار است که خس و خاشاک تحویل میدهد لطافت باران را، و آن استعداد باغ است که گل و ریحان تحویل می‌دهد لطافت باران را. این نکته هم حائز اهمیت است. در مجموع اگر کسی از تربت آقا سید الشهدا با شرایطش، یعنی از زمان اخذش تا زمان استفاده کردنش برای آن مواردی که در روایات نقش شده، یعنی خوف و ترس و امنیت و شفاء مریضی و شفای روحی و جسمی، با شرایطش استفاده کنه، قطعا مثمر ثمر خواهد بود. خدمت از صادق مصدق صلوات الله علیه رسید، اون یکی از صحابی، و عرض کرد آقا من تربت دادم و نتیجه مطلوب نگرفتم. حضرت فرمود آیا به شرایطش دادی؟ پرسید ابن رسول شرایطش است؟ حضرت بیان کردن که در کتب ادعیه و آداب تربت سید الشهدا نقل شده چگونه باید تربت را استفاده کنیم.
قربان ها سید الشهدا برم، قربان ها سید الشهدا برم که خاک قدومش چنین برکت و عظمتی داره. قطعا و مسلما حالا اون عزیزانی که مشرف شدن کربلا بیان شبکه جهانی امام حسین صلی الله علیه یه تربت هایی تهیه کردن برای همراه داشتن، یعنی محفوظ رفقا درست کردن و میتونن بیان و بگیرن انشاءالله، خدمتشون هستیم. ولی حالا به هر نحوی اگر نمیتونید، از چیزهایی که شیعیان قطعا باید همراه خودشون داشته باشن، به خصوص در این ایام که حوادث خیلی زیاد هستش، همراه داشتن تربت آقا سید الشهدا صلوات الله علیه هست با حفظ حرمت تربت. اینو خیلی خدمت عزیزان گفتم، الانم بیشتر عرض میکنم، انقدر فضیلت دارد تربت آقا سید الشهدا همراه داشتن، ذکر گفتن با تسبیح آقا سید الشهدا که لا تعد و لا تحصاست، اصلا بیش از آن که فرض کنیم. ولی حفظ تربت، نگهداری حرمت تربت هم مهم هست. یعنی اگر تسبیح تربت دست میگیریم، مواظب باشیم روی زمین نگذاریم، مواظب باشیم جایی که طهارت نداره نگذاریم، نگردونیم اونطوری که شایسته نیست تربت رو، تسبیح رو دستمون نگردونیم، حرمت تربت رو نگه داریم. حتما در کتب کرامات، اتفاقات، مکاشفات، اونجا قضایایی برای تربت آقا سید الشهدا نقش شده. حتی یک قضیه است مفصل که من اشاره میکنم، زمان نداریم، اشاره میکنم در ماجرایی حضرت سید الشهدا به شخص عنایت کردن و دیگری رو من عنایت، پرسید آقا چرا به فلانی عنایت نمی کنید؟ حضرت فرمودن او تربت من رو در جیب پایین شلوارش قرار میده، یعنی حرمت تربت من رو نگه نمی داره. ببینید، یا مثلا تربت رو شکسته، از این چیزها زیاد نقش شده. یعنی حفظ حرمت اون تربت خیلی مهمه. اگر قرار است که ما تربت استفاده کنیم، تسبیح دستمون تربت باشه، حتما و حتما باید رعایت حرمت تربت رو بکنیم. و محفوظ، اگر محفوظ در بسته ای آبی چیزی بهش نفوذ نکنه، حتما همراهمون باشه، خیلی فواید داره، خیلی اثرات داره. انشاءالله از این به بعد هر کسی که تربت همراهش نیست، تربت همراه خودش بگذاره و اثراتش رو ببینه. تمام شد برنامه امشب تکیه به نور حرم. انشالله کاسیه های ما رو به دید اغماز نگاه میکنید و انشالله برنامه در خور تقدیم به شما حسینیان عالم بوده باشن. کربلا انشالله بیایید و از نزدیک زیارت کنید آقا سید الشهدا رو. هر جای عالم که هستید برای فرج دعا کنید، برای ما هم دعا کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزية كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي ياسينة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخت يتيمة ترن بموجتي لحن الهضيمه.